برش نگو که بخی نماز بخوان، برش نعمتهای خدا رو بیان کن که بچیم این چشمای قیمت از این چشما 40,000 دلار است. برو به بارگاه خداوند سجده کن، تشکری کن از این چشمایت، تشکری که از این قلبت، تشکری که از این گوشایت. اگه گوشایت کندگی می بود نمی بودی بغلاش مجبور. یک روز دکترها در این قسمت ها در خالیگاه های گوش در این قسمت هایش مومه گذاشتن. وقتی که مومه گذاشتن، وقتی که نفر صدا میکرد خالد فیزنی، او خالد از اون صدا میکرد، او پشتر خواست حل میکرد. بنان اینمی ساختمانو که دست نمی گوش تو امیر رسامی ترسیمی که داره کردن، ذات مهربانی کرده که بالای تو بسیار مهربان است. گوشای تو، گوشای پیغمبر، گوشای صحابه کرام، گوشای آل بیت، کلگی ساختمانش اینمی قسم بود. کلگی نمی دو چشم داشت. در هیچ کتاب نامده که فلانی نفر 4 چشم داشت، فلانی تا 8 تا چشم داشت. او خوب بود پرستا هستن که میگن بتای ما مثلا 3 دست داره، یک دست اینجا برای جور کرده، یکی اینجا، یکی دیگه اینجا، یکی اینجا، یکی دیگه اینجا، قسمی جور کرده نکرده. او خوب بود پرست است. میگه این دوست خدا بود، این 6 تا دست داشت. ها؟ کدی دست خود بینی خدا پاک کنه، کدی دست دیگه بازی دار لالو لالو بگه، کدی دست دیگه باز زمین نگاه کنه. این قسمی عقیده بت پرست است. اما ما موحدین چی عقیده داریم؟ کلی پیروای حضرت محمد صلی الله علیه عقیده دارن که خداوند متعال جل جلاله ذات مهربان است، رحمان رحیم است. و همیشه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همیشه میگیم به نام خدایی که بخشاینده و مهربان است. حتی بر دشمنای خود هی کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری. یعنی ذات کریم است که حتی بر دشمنای خود هم نعمتهای بسیار زیاد میده. بنابراین دروازه رحمت خداوند همیشه باز است و ما عقیده داریم که خداوند از هر کس دیگه که بر ما مهربان تر است و از هر کس دیگه که به ما نزدیک تر است و خداوند هر چیزی که بخوایم بر ما میده و هیچ وقت خداوند سرکس ظلم نمیکنه که ما بر تو میتم بر ازی نمیتم، نه بر کلگی. همین قسم دو چشم بر تو داره بر ما هم دادن، همین قلب بر تو داره بر ما هم دادن. اگر اینا به دست من می بود ما برا که بر چشم ما میدادم، یک چشم برات میدادم، مو هم چشمک کور یک بغل سیل میکردیم میتم برام رخصت است. اما این خدای رحمان رحیم است که دو چشم لوکس بر تو هم دادن بر ما هم. این 32 دانه دندان دادن که برادر عرض برس کردم میری تشکری گدا وادی برس کردن متوجه هستی؟ به خاطر چی این مویکایی که تو چپ مثلا بالا بالا داده میرید خدا شکر این مویکایی نمیبودی کلا یه صدر میکرد کدو این حالا مویکایی لک چشمایت خوبش بینی بسیار زیبا چهره بیتر لخص خلقنا الانسان فی احسن تقریم، چهره زیبا را خداوند بر تو خلق کرده. در دو پای را میری، به دستت غذا میخوری، دستایت چشمت کل چیزت کار میکنی، این خلاص. ما بیچاره شاید اگر بودم یک جای وظیفه بگیرم مرا 10,000 بده تا 500 دلار میده. این حال تو وقتی که اینقدر کمال داری و عقل داری و دانش داری تشکری کن که کی برای چشم داده، کی برای دست داده. پس ذات رحمان رحیم است. هر وقتی که بخوای دروازه رحمتش در مقابلت باز است. خداوند میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای کسایی که شما اشتباه کردین یا گناه کردین، بگو برشان کسایی که زیاده روی کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشین. خود ناامیدی کفر است. تو که میگی من روی سیاه هستم و ناامید هستم و خدا مرا نمیبخشه، اینه می خودش بیدینی و گمراهی است. لا تقنطوا گفتم من رحمت الله، خداوند تمام گناه ها را میبخشه. اگر اشتباه هم کردی این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی باز هر صد دفعه هم اگر توبه شکستی خداوند دروازه رحمتش باز است. اینه میاله اگر گناهی که تو 12 بجه شب دیشب کردی اگر ما بفهمم دستن فهم نیمانم، اما خداوند صدها مرتبه در گناه ها صدها گناه را دیده، لیکن خداوند رحمان رحیم است، ستار است، ستر میکنه کل گناه های انسان است. گناه انسان است ستر میکنه. پس ما به او ذاتی که ستار است، رحمان است، مهربان است، از هر کسی مهربان تر است، چرا به او رجوع نکنیم؟ اینال کسایی که واسطه میکنن و میگن من میرم پیش فلانی شخص، این شخص دوست خدا هست، این که مشرکین میرفتن بود پرستا پیش لات و هوبل و منات، یا مشکل داشتن در نزدیکی خداوند، خداوند از ما دور است، ما میخوایم توسط از هوبل توسط لات خدا به خدا نزدیک بسازیم. ما روسیا هستیم، این دوست خداست، این ما را نزدیک میسازه. یعنی خداوند مهربان نیست، ما توسط هوبل مهربانی خداوند به خود جلب میکنم، در حالی که خداوند میگه نه، مهربانی ما چه وقت به تو جلب میتونی بکنی؟ وسجد وقت تره، سجده بکن، خدا به خدا چی گفت؟ نزدیک بس.